برنامه یاد خدا. سلام، وقتتان بخیر. انشالله که خوب و سعادتمند باشین. بیننده دنیای ورزش هستین. سروش هستم، دعوت میکنم تا پایان این برنامه با ما همراه باشین. طبق معمول در برنامه های قبلی هم در پیوند به فدراسیون های ورزشی صحبت کرده بودیم. امروز حشمت الله رهبر، رئیس فدراسیون موتر اسپورت اینجا کنار ما هستن که در پیوند به برنامه اخیرشان و همچنان در طول فعالیت هایشان که داشتن در برنامه امروز بیشتر صحبت خواهد کردیم و شما هم یاری بکنید که تا پایان این برنامه بتوانیم با هم یک جا صحبت های آقای رهبر بشنیم. سلام، وقت بخیر، بسیار خوش آمدیم. سلام و خدمت شما، خدمت همکاران عزیزتان و بیننده عزیز تلویزیون آریانا. بسیار تشکر. ابتدا میخوایم در مورد موتر اسپورت بپرسیم که چگونه یک ورزش است، دومن هم چه مدتی میشه که در افغانستان فعالیت داره؟ خب، موتر اسپورت از جمله ورزش های پر از هیجان و پر از طرفدار در تمامی جهان است که فعلا خوشبختانه ما توانستیم 5 سال قبل در افغانستان فدراسیون موتر اسپورت به گونه رسمی افتتاح و فعالیت های خود آغاز کنیم. در رقابت های هم شرکت کردین با این مسابقات که شو البته نمایشات شما در کابل داشتین؟ بله. در مسابقات بیرونی داخلی داشتین؟ متاسفانه چون امکانات از این ورزش در افغانستان کمتر بود، ما فقط رقابت های خود داخل افغانستان در خاک افغانستان داشتیم و متاسفانه که فعالیت های بیرونی نداشتیم و در تلاش ازی هستیم که اگر زمین اساسی شود و ما بتانیم بر افغانستان از آدرس موتر اسپورت دستاورد بیاریم، خیلی کار نیک میشه. در برنامه خود موتر اسپورت در طول 5 سالی که انجام دادین به چند ولایت بردین و چگونه بوده کار کردتان؟ خب، در نخست وقتی که ما رشته ورزشی را در افغانستان بنیان گذاری کردیم، موترهای ما به این اندازه که فعلا معیاری است نبود، در امکانات خیلی محدودی بود که آغاز کردیم و حمایت تشویق مردم بود که ما تانستیم موترهای معیاری از این رشته را، موترهای مخصوص ورزشی که موتر اسپورت داره، اینا را وارد افغانستان بسازیم، فعالیت های خود ادامه بدیم و خوشبختانه فعلا تانستیم در 6 ولایت نمایندگی فعال خود داشته باشیم که در 3 بخش از این ورزش فعالیت داریم که بخش آفرود میشه، تپانوردی و بخش ریسینگ میشه که بخش سرعت است، بخش درفتینگ میشه که خوشبختانه در 6 ولایت در تمام از بخش ها مدرسی داریم و فعالیت های ما جریان داره. مجموعا چند بخش میشه موتر اسپورت؟ 4 بخش است، 3 بخشش فعلا فعال داره. کدام بخش شما فعال نداره؟ یک بخش میشه که موترهای خیلی بزرگ است، برای خاطر پرشیگپا استفاده میشه، اون رو ما نتونستیم اینجا. درست. مسابقات در کدام کشورها اکثر برگزار میشه از این ورزش؟ خب، مثل بخش های ورزشی دیگر مثل مبارزات آزاد اینجا یاور سازمانایی دارد این رشته که مسابقات اینا تحت رهبری از سازمان ها در کشورهای مختلف برگزار میشه. هر سازمان معیارهای خود وقت و زمان مشخص خود داره که رقابت آزاد است، هر کسی که در کاتگوری از این جمع میتونن مسابقه کنن آزاد است، میتونن شروع کنن و نمایشات خود ایجاد کنن. یک از موترها قبل از این تصویر همکاران یک از موترها بود جالب توجه بود با ما، لطف کنید یک تصویرشو بیارین قبل از این تصویری که فعلا هست در مورد صحبت کنیم. موترها چی ویژگی باید داشته باشه شما بتونین نمایش انجام بدین؟ خب، مثل که ساختار از اینا متفاوت است نسبت به دیگه موترها، توانایی و خلاقیت از اینا بیشتر است. مثل موترهایی را که فعلا در صفحه میبینین، تمام از این موترهایی است که برای اسپورت ساخته شده. ما چیزهایی را که ضرورت داریم، مثلا حرکات را که قرار است ما اجرا کنیم، میتونیم از این موترها استفاده کنیم. اینا هم ساختار بیرونیشان هم داخلیش، قدرت انجن، استقامت ماشین، تمام از این آماده هضمی رشته و همی ورزش است که هر کسی که علاقه من به رشته باشه تا یک اراده از این موتر را نداشته باشه نمیتونه نو اجرات را که قرار است داشته باشه اجرا کنه، چون اراده و کنترل از اینا خوبتر و بهتر از موتر معمولی است. سنگینی وزنی موتر چقدر است؟ سنگینیش معمولا بیشتر از 1-1.5 تن بیشتر است. درست. یک سری موترهایی که شما قبلا استفاده میکردین دمی حد اندازه برنامه اجرا میکردین یا نه؟ حالا فعلا بهتر از از دوره کرده؟ خب، چون موترهای ما معیاری نبود، سطح برنامه ما پایین تر از فعلا بود، چون در گذشته ما تمرینات ما کمتر بود، فعالیت های ما کمتر بود و ما بدون کدام مربی خارجی و کس مسلکی که در افغانستان حضور داشته باشه ما تمرین آموزش داده باشه، ما تانستیم از توانایی خود اعضای تیم خود رشد کنیم و فعلا به این سطح رسیدیم که اگر قرار شد نمایشات از این رشته در کشورهای همسایه ما برگزار شد، ما میتونیم در برنامه از اونها شروع کنیم و با دست پر بر وطن خود، بر جامعه ورزشی افغانستان یک افتخار بزرگ ببریم. بله، ورزش موتور اسپورت راستیش هم هیجان فوق العاده داره و برمیگرده به اینکه یک فرد
چگونه باید رقابت انجام بده. یک چیز جالب بعد از این تصاویری که داریم، بعد از این تصویر یک تصویر جالب است که برای من قابل توجه است. چرا شما گفتین که موترهای مخصوص ورزش را باید داشته باشین، اما شما از یک نوع موتر استفاده کردین که او چی بگم جدا است موارد شما. ما همین لحظه ای که ویدیو هارم قبل از این برنامه ادیت میکردیم، بله، متوجه شدم که موتر اگر بلغزه هم خطرناک است، هم برای راننده هم برای خودشان. اسمش فراموش میشد و جالب توجه بود. چطور شما از موتر را استفاده میکنین؟ خب آیا نیار وجود داره؟ به دلیل از اینکه امکانات ما کم است، امکانات ما محدود است و اکثرا در برنامه ما در این موتر است. امی تصویر هم کارای زیر لطفا روی صحنه این تصویر را برسید. بله. این موتر بسیار در این حالت بسیار خطرناک است. خب این موتر را که فعلا شما میبینین موتر هایلکس از 2016 مربوط کمپانی تویوتا میشه که این موتر را فقط با کم دستکاری کار دارن. هزی موتر ما میتونیم در بخش آفرود و در بخش تپه‌نوردی یا استفاده کنیم چون قدرت بیشتر. اما در جاده پخته شما استفاده کردین، جالب توجه بود. تمام تمرینات و نمایشات ما را که فعلا در سند میبینیم تمامش در جاده عمومی و در جاده پخته است. او توانه خود داره، درست اراده میشه، قدرت را که ما ضرورت داریم و ماشین داره، فقط ساختار بیرونیش باید یک کم دستکاری شه. درست. تا حال کسی که آسیب ندیده از جمع افغانستان در طول این 5 سال که کار کردیم؟ الحمدلله در جریان برنامه ما و در جریان تمرینات ما فعلا ما تو کدام حادثه نداشتیم، خدای نخواسته به کسی آسیب رسیده باشه. موترهای ما شاید تعارض کرده باشه و متضرر شده باشیم، ولی فضل خدا مشکلات به بار نورده. در پیوند به ای که شما در طول این 5 سال چگونه آموزش دادین راننده ها را و چی شمار راننده ها با شما هستند مشخص کردین؟ خب تدریستون چگونه است، آموزش دادن؟ در مجموع در فدراسیون ما 250 حضور داریم که در 6 ولایت اینا حضور دارن و در کابل به تعداد 70 نفر با همچنان موترهای اسپورت خود فعالیت دارن. تمرینات ما را ما با استفاده از مربیایی که داخل فدراسیون داشتیم، از مرحله ابتدایی کسایی که جذب می شدن در فدراسیون ما بخش آموزش هم رویشون کار کردیم تا مرحله حرفه‌ای ما امکاناتش داریم که امروز از اونا آموزشی کار کنیم. ما مربی هم داریم؟ چهار مربی؟ مربی، چهار مربی داریم در بخش‌های مختلف اونا فعالیت میکنن. آموزش از کجا دیدن چهار مربی؟ آموزششان از تجربهشان بود، در خاک خود افغانستان کار کردن و فعالیت کردن و دیداره که با تیمای بیرونی داشتن، اینا اونم تجربه خود کسب کردن. فعلا با کدام تیم‌های بیرونی شما دیدار کردین؟ میدان بیرونی را هیچ دیدن ورزشکاران موتر اسپورت یا نه؟ برنامه ما برنامه رسمی نبود. اگر دیدار کردیم، اگر در برنامهشون حضور پیدا کردیم، برنامه به گونه رسمی نبوده، به عنوان یک تماشاچی اونجا حضور پیدا کردیم که ما بتونیم آهسته آهسته با سه تا تیمای خارجی یک تیم را آماده بسازیم که حداقل برابرگی بر از اونا کنه که ما بتونیم در آینده از آدرس موتر اسپورت مثل دیگر رشته‌های ورزشی واره به افغانستان یک افتخار کسب کنیم. رقابت هم در کابل برگزار که در ولایت ما، نه تنها کابل، ولایت ما برگزار کردیم. در ولایت ها رقابت های ما رو برگزار کردیم، ولی متاسفانه در شهر کابل رقابت های ما به اون سطح نبوده که پوشش رسانه بگیره، فقط بین اعضای تیم ما بود. ما در تلاش ازی هستیم که به زودترین فرصت رقابت های عمومی ازیرا در شهر کابل با اشتراک تمام تیم های ما که در ولایت حضور دارن، با اشتراک تمام تیم ها یک برنامه را که به سطح افغانستان باشه و سطح جهان باشه رسیدگی کنه، به اون سطح برنامه رو برگزار کنیم که فعلا روی از برنامه ما کار میکنیم. چند دور رقابت برگزار کردین در ولایت؟ در ولایت ها 6 دور رقابت ها دایر شد که در ولایت نیمروز بود، ولایت هرات بود که انشالله در برنامه بعدی دستاورداری که در ولایت های که یاد کردیم و نامشون را ذکر کردیم انشالله ویدیویشون هم میاریم که دوستان بیننده باشه. درست. در نیمروز شما فکر کنم تپه نوردی کردین؟ بله. درست، چون تپه های نیمروز برای رقابت موتر اسپورت بسیار خوب است. بله، قسمی که شما گفتین بخش های آفرود ما در کشور در ولایت های فعالیت میکنن که امکاناتش داره. دیگر ولایت نیمروز از جمله ولایت هایی است که بهترین و بزرگترین تیم ما در سطح افغانستان فعلا در ولایت نیمروز فعالیت میکنن. دیگر ولایت ما چنین وضعیتی داره که بتونیم تپه نوردی در ولایت هرات تپه نوردی نمیتونیم متاسفانه، ولی در بخش درفتینگ و در بخش سرعت امکانات خوبی داریم. دیگر ولایت های ما فعالیت های ما ضعیف است، به دلیل از اینکه اون موترا و معیارهایی را که ما ضرورت داریم فعلا اونجا حضور نداره. یک از همکاران به من ولایت فرا از جمله از ولایت است که میتونه. بر ولایت فرا فعالیت داریم ولی به سطح ولایت نیمروز نیست. درست. پس
فعالیتتان در مدت خب برای گسترش فعالیت‌هایتان چی برنامه روی دست است؟ خب ما در تلاش ازی هستیم، قسمی که میبینین موترهای ما موترهای ویژه است و تمام از اینا از بودجه شخصی خریداری شده. اگر قرار باشه ما ای ورزش در افغانستان نهادینه و رشد بدیم و ما ضرورت داریم به اسپانسر. قیمت همی موتر که رئیس انس امیل از همکارو تصویر چند است قیمتش؟ قیمت از این موتری تقریبا با محصولی که انجام شد 24000 دلار شد. از پول شخصی؟ از پول شخصی، بودجه شخصی باید. چند موتر مخصوص فدراسیون دارین یا کلان شخصی است؟ از موتر را که شما دیدین مخصوص فدراسیون هیچ موتری نداریم که از طرف کدام نهادی کمک شده باشه و تمام موترهای ما مربوط میشه بر اعضای تیم ما. کسایی که در فدراسیون ما حضور و حضویت دارن موترها مربوط از اونها از با بودجه شخصیشون خریداری شده و با مصارف شخصیشون همین تمرینات خود ادامه دادن. درست. هزینه هایی که شما بر نمایش ها در نظر میگیرین که شما قرار است نمایش ها رو برگزار بکنین و مسئولین بیای یا ورزشکارانتون شرکت بکنن راننده هایتون، هزینه هایی را کی تامین میکنن؟ چگونه تامین میکنین؟ اگر فردی خودتون تامین میکنین تا چی زمانی؟ خب قبلا یادآور شدیم که فعالیت های ما تقریبا 2 سال تعطیل بود. به دلیل همین مشکلات ما بود که ما تعطیل کردیم و از ابتدایی که ما آغاز کردیم تا فی الحال کمک مالی از طرف کسی صورت نگرفته و توجه خاصی هم از کسی صورت نگرفته و خوشبختی و افتخار ما ای را بدانیم که در چنین شرایط در چنین کشور چنین یک تیم یک فدراسیون آغاز به فعالیت کرده بدون حمایت هیچ کسی به چنین سطح خود رسانده. ورزش موتر اسپورت از جمله معتبرترین رشته‌های جهان است. اگر توجه خاص صورت بگیره ما در نظر داریم کمپ‌های تمرینی و محلات تفریحی ورزش موتر ایجاد کنیم. به خاطر ایجاد سرگرمی سالم و یک تفریح سالم بر مردم مکان خیلی خوب میشه و ما میتونیم از اونجا به خاطر سرگرمی سالم به مردم و تمرینات خود استفاده کنیم. اگر بخوایم در آینده از ورزش موتر اسپورت دستاورد به افغانستان داشته باشیم باید این برنامه عملی شود. درست. جمعه گذشته شما یک برنامه داشتین، چگونه بود برنامه ایتان؟ البته بعد از وقفه از شما این پرسش پاسخش خواهیم گرفت. وقفه داریم، بعد از وقفه برمیگردیم همچنان ادامه دنیای ورزش. دوباره خوش آمدین ادامه برنامه دنیای ورزش. همچنان حشمت الله رهبر رئیس فدراسیون موتر اسپورت اینجا هستن. قبل از وقفه در مورد برنامه روز جمعه پرسیدیم. خب برنامه روز جمعه نظر به شوق و حمایت های مردم بود و علاقه مندی المپیک به رشته موتر اسپورت باعث شد که ما یک برنامه را برگزار کنیم که نخستین برنامه ما بعد از یک تعطیلی طویل مدت بود که خوشبختانه مورد استقبال مردم قرار گرفت و ما انگیزه مثبت گرفتیم از برنامه خود. در تلاش هستیم که بر روزهای نزدیک برنامه بهتر و خوبتر از جمعه قبل خود بر مردم ارائه کنیم. در طول این مدت 5 سال که فعالیت داشتین، بله، حمایت های مردمی چگونه بودن؟ حمایت های اداره ورزش چگونه بود از قبلی؟ خب تنها دلیلی که باعث شد ما به ورزش خود ادامه بدیم و تمرینات خود داشته باشیم ورزش و وسعت بدیم دلیل شمی بود که مردم همیشه از ما استقبال گرم کردن، علاقمندی نشان دادن، حمایت کردن و تشویق کردن و توجه خاصی که قبلا گفتم از نه از المپیک قبلی شدیم نه از فعلی فعلا کدام توجه خاصی صورت نگرفته. در تلاش هستیم که یک توجه به فدراسیون موتر اسپورت داشته باشند تا که ما از فعلا ده حالت هایی که وجود داره از این حالت ها خود بکشیم. درست. اداره ورزش فعلی با شما چی صحبت کردن؟ چی پاسخ دریافت کردین؟ خب ما از اداره رهبری ورزش افغانستان که فعلا تحت حاکمیت امارات اسلامی هستند حمایت کردیم و حمایت میکنیم و تشویقی را که به ورزشکاران میکنند قابل تشکری است که خوان ازی هستیم که یک نظر به ورزش موتر اسپورت کنن، علاقه مندی خود نشان دادن که ما بتونیم ورزش موتر اسپورت هنوز در افغانستان کسی اوقدر آگاهی نداره و به می دلیل که یک رشته نو است و یک رشته است که در تاریخ افغانستان بی سابقه بوده اوقدر مردم شناخت کامل ندارن. اگر بتونیم اینا را به سطح ازی برسونیم که تمام مردم از برنامه ما آگاهی داشته باشن ما میتونیم خوبتر و بهتر رشد کنیم. درست. و فعالیت های ولایت ها را که گفتین 6 ولایت در چه حد و اندازه امکاناتشان است؟ اونا از چه موترهای برخوردار هستند؟ خب چون ولایت هایی را که ما یاد کردیم ولایت هممرز هستند، ولایت هایی هستند که وارداتی گپا از کشورهای خارجی وقتی که میان اولا به
ولایت ها است که بهترین موتر اگر بگویم در ولایت نیمروز فعلا مود فدراسیونی که داریم در ولایت نیمروز حضور داره و فعالیت ها امکاناتشان خوبتر و بهتر است. مردم علاقه مندی خاص دارند در کابل، نظر به مشکلات و ازدحامی که وجود داره فعالیت ها محدود است. اگر قرار شد ما یک برنامه دایر کنیم چون جای مکان مناسب نداریم، ما مجبورند یک ساعت مسدود بسازیم. وقتی که مسدود می سازیم اعتراضات را در پی داره. به می دلیل فعالیت های ما در ولایت ها نسبت به کابل بیشتر است. پس شما نیاز به یک پیست مسابقه پیست دارین که در اونجا تمرینات تان انجام بدین؟ انشالله اگر کسی توجه کنه به چنین محل آموزشی که اگر یک ساعت هم بر ما در نظر بگیرن به گونه رسمی مربوط فدراسیون بسازن که ما دوام دار بتونیم اونجا برنامه خود داشته باشیم، تمرینات هی ورزش رو هر چی قدر تمرینات رو بهتر داشته باشه و تمرکز و توجه بیشتر میشه، خود در آخرش که اگر بخوایم دستاور داشته باشیم باید تمرینات داشته باشیم. درست. چقدر رضایت بخش بوده دوره 5 سال که سپری کردین؟ از ما خود چون شوق ما است، رشته ما است، مسلک ما است، بر ما هر وقتی که موتر ما رو رانندگی کنیم خودش لذت بخش است. ولی ما بیشتر از اینکه بر خود ما سرگرمی سالم ایجاد کنیم، توجه ما به این است که بر مردم رنجیده و دردیده افغانستان یک سرگرمی سالم ایجاد کنیم. قسمی که قبلا یاد کردم ورزش موتر اسپورت یک ورزش پر از هیجان است که تمام اقشار جامعه علاقمند به این ورزش هستند. بعد چون صدایش و ساختار و موتر هر چیز از این متفاوت به دیگر رشته های ورزشی است. در طول این 4 سال که شما انجام دادین، در طول 5 سال که فعالیت بله. کردین، آیا در چارچوب تربیت بدنی و اداره ورزش ثبت شد فدراسیون تان یا نه؟ چگونه بود؟ خب ورزش موتور اسپورت از طرف کمیته ملی المپیک و ریاست تربیت بدنی رسما با حضور داشت رسانه های داخلی و خارجی افتتاح شد. ثبت المپیک هستیم ولی فعلا در اساسنامه افغانستان پاس نشده. اساسنامه فدراسیون موتور اسپورت از افغانستان پاس نشده است. پس شما منتظر پاس شدن هستید؟ بله. و تا کنون هم به همین دلیل حتما حمایت های پولی نداشت؟ متاسفانه. درست. 250 ورزشکار که شما دارین، 250 عضو، ریاست فدراسیون به عهده خودتان است، پس سکرتر جنرال و معاون فنی و اینا کی ها هستن؟ خب قسمی که شما گفتین ما یک تشکیلات خیلی وسیع داریم در سطح افغانستان. تشکیلاتی که مربوط تمام فدراسیون میشه و تشکیلات فدراسیون موتور اسپورت همچنان دارد که در رأس از این فدراسیون ما هستم و بنیانگذار از رشته در افغانستان خود شخص خودم هستم و فدراسیون ما تشکیلات خود دارد که فعلا تنها کسی که از فدراسیون حضور پیدا کرده در برنامه تان ما هستم و در برنامه بعدی انشالله باز اونها رو شاید معرفی کنم. درست. منظورم این که کی ها هستن این افراد، نامایشان رو میتونیم بگیریم با ما؟ خب اعضای فدراسیون ما تمامش از اعضای تشکیلات ما از اعضای فدراسیون ما انتخاب شدن که محترم سوراب حیاتی که قبلا معاون موجود فعلا در افغانستان حضور نداره جایگزین از دکتر صاحب محترم مختار سیلانی است و مشاور ارشد ما انجینر صاحب حسیب الله است و ترتیب دیگه دوستا. درست. فدراسیون جهانی تا کنون ارتباطشون با شما چگونه بوده؟ فدراسیون جهانی معیارای خود داره. اگر کسی قرار باشه با فدراسیون جهانی ثبت نام کنه، هر کشوری که باشه اونو معیار دارن و اون مبلغ را که اونا تعیین کردن ما قادر به پرداخت از اون مبلغ نیستیم. چه مقدار است؟ 5000 یورو. 5000 یورو فی سال؟ فی سال. ورودیش باز چقدر است؟ اونمو کفایت میکنه دیگه. اونمو که وقت ثبت راجستر شد اونمو 5000 یورو را میگیرن. فدراسیون افغانستان ثبت سازمان جهانی میشه و اگر قرار شد برنامه برگزار شد و افغانستان هم سهمیه میتن. ولی در امکانات که اگر قرار شد ما از بودی شخصی کنیم توانش فعلا ما نداریم که از بودی شخصی خود برای کشور ما کمک کنیم. ما فعلا ما قدر توانستیم فدراسیون ایجاد کنیم از بودجه شخصی خود به سطحی که فعلا حضور دارن و دیدن دوستای ما بیننده بودن ما برسانیمش. دیگه بیشتر از این شاید در توان ما نباشه. یک موضوع جالب توجه است. شما اگر یک رویداد بیرونی برگزار شود و در رویداد شرکت بکنین، شما قطعا با موتورهایتان هم نیاز دارین که موتورهایتان هم انتقال کنه. یک هزینه رفتن خودتان است، یک هزینه تقریبا 3-4 برابر موتورتان داره که یم تقریبا برای اداره ورزش کم سنگین تمام میشه.
خب کشورها روابط دوستانه و دیپلماتیک خیلی خوب دارن. اگر قرار شد یک برنامه ورزشی شود، طبعا اونا هم همکاری خود با ورزش افغانستان میکنن. شاید مصارف در پای نداشته باشه موتر ما وقتی که اسنادش تعیین مرحله شود و حساب قانونی بتونیم بدون کدام هزینه موتر را انتقال بدیم، ولی اگر شرکت های قرار است ما را اسپانسر کنه و شرکت های تمام گپا را زمینه سازی باید کنه. اگر قرار شود ما در مسابقات بیرونی اشراک کنیم، شرکت ها باید اون موتر را بر ما آماده بسازه و ایره ما اطمینان میتم هر کسی علاقه مند به ورزش موتر اسپورت در افغانستان باشه، اگر اسپانسر داشته باشیم ما رقابت کرده میتونیم با کشورهای همسایه خود. اگر به سطح جهان نتونیم، با چند کشور محدودی که در کنار گوشه افغانستان حضور دارن، ما میتونیم امروز اونها به سطح از اونها فعلا ما تیم داریم که اگر ما چه ما آماده اشتراک در مسابقات بیرونی است. پس شما قصد ثبت نام کردن دیگه گذاشتین به این که یک مقدار حمایت پولی دریافت بکنین تا بتونین ثبت جهان هم شوین؟ متاسفانه متیک تا که ما حمایت مالی نداشته باشیم ما قادر به پرداخت و هزینه نیست. خب یک چیز از اداره المپیک هم یک اداره است که تربیت بدنی که از اداره داخلی است. بله. و حمایت دولتی داره. المپیک اداره جهانی است که حمایت جهانی داره و یک اداره است که ورزشکارانی که از تربیت بدنی معرفی میشه را به بیرون از افغانستان معرفی میکنه. شما مراجعتان با رئیس المپیک فعلی چی بوده؟ تصمیم نهاییشان در مورد شما، در مورد سفرهایتان، راجستریشنتان؟ خب المپیک افغانستان فعلا به ورزش علاقمندی خاص دارند، در تمام حرسه و در تمام بخشایی که هستند ورزشکارا را حمایت کردند. قرار است فدراسیون موترسیکل سواری یک دور کلی دور افغانستان را بزنند، به حمایت و همکاری المپیک صورت گرفته و اگر قرار شد و ورزش موتر اسپورت هم به افغانستان معرفی شد و مردم افغانستان از فعالیت ها و نمایشات از این ورزش آگاهی داشته باشند، ما مجبور هستیم چنین برنامه‌ای را با حمایت و همکاری المپیک داشته باشیم. علاقه مندی المپیک وقتی که ما به دیگر رشته‌های ورزشی می‌بینیم، امیدواری ها هست که اگر توجهی به ورزش موتر اسپورت هم داشته باشند. یک چیز جالب توجه است که شما چرا سراغ همچون رشته ورزشی بسیار پرهزینه رفتین با توجه به وضعیت اقتصادی افغانستان؟ حتی تقریبا سازگاری نداره و یک کشور رده سومی یا کشوری که در حال توسعه هم گفتن نمیتونیم رو به توسعه است، اما چه باعث شد که این ورزش انتخاب بکنه؟ خب هر کس علاقه مندی خود در یک حرسه و در یک بخش بذاشته باشه، شاید علاقه مندی ما به ورزش موتر اسپورت ضمن از اینکه ما در بخش موتر اسپورت فعالیت داریم، رشته های ورزشی رزمی است که ما اونجا هم فعالیت داریم، تمرینات خود داریم. من استاد و مربی مبارزات آزاد هستم، مدت 7 سال به صفت مربی فعالیت کردیم، ولی یکی از بخش‌ها و سرگرمی سالم ما فعلا ورزش موتر اسپورت است. دیگه ما با همین ورزش با همین موترها خود سرگرم ساختیم. دیگر قسمی که شما گفتین در چنین شرایط در چنین کشور راستیش یک ورزشی است که تامین کردن مصارف ازی خیلی سخت است، ولی ما ادامه دادیم و ادامه میتیم ان شاء الله. درست. همکار اگر لطف کنه فرصت ما را برای ما بگید بسیار خوب خواهد شد. در چون فرصت کم داریم، میخوام که آخرین صحبت هایتون هم اگر چیزی ما نپرسیدیم ذهنتون میرسه که باید رو پاسخ میدادین، لطف کنید بفرمایید. خب در برنامه‌ای که قرار است، برنامه‌ای که ما در فدراسیون داریم، دوباره از اون کم معلومات دادم، مفصل بگویم که در رابطه برهی که ایجاد کمپای تمرینی و پارکای تفریحی مخصوص از رشته مثل مسابقات لیگ برتر و ما لیگ موتر اسپورت دایر کنیم که مردم افغانستان از نقاط مختلف شهر کابل افغانستان در مسابقات در نمایشات به عنوان یک تماشاچی حضور داشته باشند، یک سرگرمی سالم شاید برسونه باشه. درست. چون یک ورزش پر از هیجان و جالب است. دیگر در تلاش از این هستیم که هر چه زودتر رقابت های تیم ملی را دایر کنیم و ما فوکس و توجه ما بیای روی فعالیت های تیم ملی، تمرینات از اونا و میاری ساختن موترهای ما که بیشتر از این، خوبتر از این ما موترها را میاری بسازیم که اگر در فاصله های نزدیک درخواستی از طرف کشور خارجی میشه بر رقابت های دوستانه، ما درخواست از اونا لبای گرفته بپذیریم و در رقابت هایشان اشتراک داشته. بسیار تشکر حشمت الله رهبر، رئیس فدراسیون موتر اسپورت. سلامت باشین. تشکر هستیم. خیلی تشکر از همراهی شما هم که برنامه را دیدین. وقتتان بخیر.